سرخط اخبار. تقابل کرونا با احساسات مصرف کنندگان ایالات متحده، رشد بازار سهام، فروش بانک MPS، مشکل صندوق بین‌المللی پول با درخواست بلاروس، کاهش قیمت نفت و صحبت‌ها بر سر اصلاح قانون مالیاتی رمزارزها. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری فورکس. امروز جمعه 13 آگوست 2021 برابر با 22 مرداد ماه 1400 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستم. مشروع اخبار: تقابل کرونا با احساسات مصرف کنندگان ایالات متحده. داده های این هفته نشان داد که اقتصاد ایالات متحده به شدت در حال رشد است. تورم همچنان مورد بحث و بازار کار نیز در حال رشد است. با این حال کرونا همچنان یک معضل باقی مانده و اعتماد مشتریان را در آینده محدود می کند. همچنین شاخص احساسات مصرف کننده یه دانشگاه میشیگان منتشر شد که بسیار ضعیف‌تر از انتظارات و 70.2 گزارش شد و نسبت به ماه گذشته در 81.2 افت محسوسی داشت. با تحریک نوع دلتا، موارد ویروس کرونا در ایالات متحده به بالاترین حد خود در بیش از 6 ماه گذشته رسیده است و بحث بر سر این است که کشور باید از دوز تقویتی واکسن برای جلوگیری از یک بحران دیگر استفاده کند. هر دو شرکت فایزر و مدرنا گفتند که در نهایت به دوزهای تقویتی نیاز می شود، به خصوص که نوع دلتا در افراد کاملا واکسینه نیز وارد شده است. این صحبت ها در حالی انجام می شود که هنوز برخی از ایالت ها برای متقاعد کردن شماری از جمعیت خود برای دریافت اولین دوز تلاش می کنند. افزایش قیمت سهام والت دیزنی می درخشد. امروز سهام ایالات متحده تا حدی بالاتر افتتاح شد و با پایان یافتن فصل درآمدی مثبت هفته را به پایان رساند. امروز با در شروع بازار شاخص نزدک ثابت ماند، اما S&P 500 با 0.1% و داو جونز با 0.2% رشد کار خود را آغاز کردند. بر اساس داده های رفینیتیو به طور کلی فصل درآمدی قوی بوده است، به طوری که از 90% شرکت های S&P 500 که قبلا گزارش داده اند، حدود 88% آنها انتظارات را شکست دادند. همچنین پس از اتمام روز پنج شنبه غول سرگرمی والت دیزنی، گزارش درآمد سه ماهه اخیر خود را منتشر کرد که انتظارات را شکست داد، زیرا خدمات سرویس پخشان بیش از حد انتظار مشتریان را جذب خود کرد و پارک های دیزنی ایالات متحده که به دلیل کرونا آسیب دیده اند به سوداوری بازگشتند. امروز در بازار ارزها فرانک سوئیس با رشد 0.5% قوی ترین و دلار کانادا با افت 0.1% ضعیف ترین ارز امروز بود. در آسیا شاخص های سهام اندکی منفی بودند و در اروپا نیز شاخص داکس آلمان با 0.2% مثبت و فوتسی لندن با 0.3% مثبت به کار خود ادامه دادند. فروش بلوکی بانک مونتدی پاسکی، قدیمی ترین بانک جهان، به فروش میرسد و مقامات ایتالیایی در حال مذاکره برای فروش بانک MPS به یونیکردیت هستند و 64% از سهام خود را در بانک توسکان کاهش میدهند. 13 سال سوء مدیریت چهارمین وام دهنده بزرگ این کشور را به بزرگترین دردسر بانک ایتالیا تبدیل کرد و ثبات مالی کشور را در خطر قرار داد. در ماه جولای نتایج آزمون استرس بانکداری اروپا نشان داد که سرمایه بانک MPS در رکود محو خواهد شد. فروش این بانک با سازی صنعت بانکداری کشور را که طی 5 سال گذشته 250 میلیارد یورو وام از دست داده است تکمیل می‌کند، زیرا وام دهندگان برای موج جدیدی از ورشکستگی‌ها به دلیل بحران کرونا آماده هستند. صندوق بین‌المللی پول با درخواست دشوار بلاروس مواجه است. صندوق بین‌المللی پول در بلاروس، کشوری که در حال حاضر تحت تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا
قرار دارد با وضعیت دشواری روبروست. این صندوق با وجود اعتراض برخی از کشورهای غربی و به ویژه ایالات متحده، بزرگترین سهامدار صندوق بین‌المللی پول، تقریبا 1 میلیارد دلار به این کشور به ریاست رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو اهدا می کند. این اقدام به دنبال اتهامات تقلب در انتخابات سال گذشته و سرکوب وحشیانه اعتراضات پس از آن است. با وجود این اتهامات، دولت لوکاشنکو همچنان توسط اکثریت قریب به اتفاق اعضای صندوق بین‌المللی پول به رسمیت شناخته می شود و این عملا تمام آن چیزی است که برای دریافت بودجه لازم است. این بسته کمکی در اوایل این ماه به تصویب رسیده بود. صندوق بین‌المللی پول روز پنجشنبه اعلام کرد که از نزدیک وضعیت را زیر نظر دارد، اما سخنگوی رایس گفت که صندوق در اقدامات خود توسط جامعه بین‌المللی هدایت می شود و همچنان با دولت فعلی در کشور همکاری می کند. نفت خام با تأثیر ویروس دلتا بر روی چشمانداز تقاضا سقوط می کند. قیمت نفت روز جمعه در پی افزایش نگرانی ها مبنی بر اینکه گسترش نوع دلتای کرونا باعث کاهش تقاضای نفت در طول سال می شود کاهش یافت. قیمت نفت خام امریکا 0.3% کاهش داشت و به 68.91 دلار در هر بشکه رسید و همچنین قیمت نفت برنت 0.3% کاهش یافت و به 71.50 دلار در هر بشکه رسید. رشد نوع دلتای ویروس رشد شدید نفت را متوقف کرده است، مخصوصا با جهش در چین. دومین مصرف کننده بزرگ نفت در جهان نگرانی ها را بیشتر کرده است. مقامات چین روشی تهاجمی برای مهار این بیماری در پیش گرفتن، از جمله تعطیلی یکی از شلوغ‌ترین بنادر کانتینری جهان که پس از گزارش یک مورد ابتلا انجام شد. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی که روز پنجشنبه منتشر شد پیشبینی کرد که رشد تقاضا در نیمه دوم سال در مقایسه با برآورد ماه گذشته 500,000 بشکه در روز کمتر خواهد بود و دلیل آن محدودیت‌های جدید کرونا است. اگرچه بیشترین توجه به افزایش موارد در آسیا بوده است، ایالات متحده از تأثیر نوع جدید مسئول نیست. شرکت خدمات میدان نفتی اشلامبرگ روز پنجشنبه اعلام کرد که کارکنان خود را از کنفرانسی که هفته آینده در هیوستون برگزار می کند منع کرده و دلیل آن را افزایش موارد ابتلا به کرونا در این منطقه عنوان کرده است. قیمت نفت خام امریکا امروز با 0.2% کاهش به 69.13 دلار در هر بشکه رسید، در حالی که نفت برنت 0.2% افت کرد و در 71.33 دلار در هر بشکه معامله شد. اعضای کنگره با نانسی پلوسی و دیگران برای اصلاح تعریف مالیات بر رمز ارزها لابی می کنند. یکی از نمایندگان کنگره کالیفرنیا با ارسال نامه‌ای به نانسی پلوسی رئیس مجلس نگرانی خود را درباره دستور جدید بحث برانگیز گزارش مالیات ارزهای دیجیتال ابراز کرد. آنا شو نماینده ناحیه 18 کنگره کالیفرنیا در 12 آگوست نامه‌ای به نانسی پلوسی رئیس حزب دموکرات مجلس نمایندگان ایالات متحده ارسال کرد. در آن وی از پلوسی خواست تا تعریف کارگزار ارزهای دیجیتال را در لایحه زیرساختی بحث برانگیز سنا اصلاح کند. اشو ادعا می کند که استخراج کنندگان، اعتبار دهندگان و توسعه دهندگان کیف پول قادر به رعایت الزامات گزارش مالیات بر رمز ارزها نیستند. جمله بندی این لایحه هنوز نهایی نشده است و آخرین متن هنوز نیاز به تصویب به مجلس نمایندگان ایالات متحده دارد و چندین نماینده مجلس در حال حاضر خواستار تغییر شدند. در 10 آگوست این لایحه پس از مخالفت یک سناتور در مورد رأی‌گیری برای اصلاحات بدون شفاف‌سازی درباره ارزهای دیجیتال یا هر گونه اصلاحیه تصویب شد. در بازار امروز ارزهای دیجیتال بیت کوین با رشد 4.5% در 46,500 دلار قرار دارد و اتریوم با 5.7% رشد به حوالی 3,250 دلار رسیده است.
با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را با آدرس @foreignskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روز کارتون خوش، فرخنده و پیروز باشید.